بحران ناشی از طوفان هاروی در جنوب آمریکا، همدستی تهران و پیونگانگ، آزمایش موشکی جدید کره شمالی و واکنش نخست وزیر اسرائیل به تحرکات جمهوری اسلامی ایران در سوریه، موضوع پنج مقاله در نشریات انگلیسی زبان است. گلن تراش در یادداشتی در نیویورک تایمز با عنوان هاروی به ترامپ فرصت ایجاد اتحاد می دهد، می نویسد می‌نویسد های پس از طوفان کاترینا گذشته از فاجعه انسانیشان به رویدادی سیاسی در آمریکا تبدیل شدند و قابلیت های رئیس جمهور را در واکنش به آنها اندازه گیری می کنند. پرزیدنت ترامپ امروز برای نظارت بر عملیات امداد از شهر کورپس کریستی در ساحل تگزاس دیدن می کند. مشاوران رئیس جمهوری می گویند هدف از این بازدید نمایش تعهد او به هماهنگی واکنش های فدرال در کوتاه مدت و بلند مدت است. هیئت تحریریه یو اس ای تو دی در سر مقاله با عنوان طوفان هاروی زیر سایه دو درس سال 2005 قرار دارد نویسد تصمیم به عدم تخلیه 6 میلیون و هزار نفر از شهر هیوستون اقدامی درست بود زیرا زیر ساخت های کافی برای چنین خروج عظیمی وجود ندارد حتی در صورت خروج روشن نبود این افراد کجا می توانستند ساکن شوند تجربه طوفان ریتا در سال 2005 نشان داد که خروج دو میلیون و دویست هزار نفر در آن زمان به مرگ بیش از 100 تن منجر شد. پرزیدنت ترامپ باید ضمناً مراقب باشد اشتباهات دوازده سال پیش جورج بوش را هنگام بازدید از مناطق آسیب دیده از کاترینا در نیورلان تکرار نکند. مارک کرک سناتور پیشین ایلینوی در یادداشتی در شیکاگو تریبون با عنوان ایران و کره شمالی تهدیدهایی همدست برای آمریکا و جهان هستند می نویسد یکی از دلایل اصلی بقای برنامه موشکی کره شمالی این است که آمریکا دو سال پیش دو میلیارد دلار از دارایی‌های توقیف شده ایران شریک اصلی کره شمالی را آزاد کرد. برنامه موشکی کره شمالی و فناوری آن دقیقا مشابه ایران است و بیعملی در برابر یکی پیامی قوی به دیگری میفرستد که میتواند بدون ترس از مجازات به فعالیتش ادامه دهد آنا فایفیل در مقاله در واشنگتن پست با عنوان تازه ترین آزمایش کره شمالی برای ایجاد حداکثر نارامی و حداقل واکنش طراحی شده است می نویسد موشک بالستیک میان بردی که کره شمالی بر فراز ژاپن به آبهای اقیانوس آرام پرتاب کرد همان تهدیدی است که برای شلیک به گوام کرده بود ولی در جهت جغرافیایی دیگری اتفاق افتاد استفان هاگارد کارشناس امور کره در دانشگاه سندیگو کالیفرنیا میگوید کره شمالی بدون اینکه علنا خط قرمز تعیین شده پرزیدنت ترامپ را زیر پا گذاشته باشد با این آزمایش پیامی محکم میفرستد که توان فنی هدف قرار دادن گوام را دارد. هرب کینن در مقاله در جلسالین پست با عنوان ناتانیاهو به دبیر کل سازمان ملل متحد ما نخواهیم گذاشت ایران ما را محاصره کند می نویسد نخست وزیر اسرائیل در هشداری پیش از دیدار با آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد گفت نمیتوان انتظار داشت در حالی که ایران حضورش در سوریه و لبنان را گسترش داده و با حزب الله گشایش یک جبهه دو جانبه علیه اسرائیل را اعلام می کند اورشلیم دست به هیچ واکنشی نزند